زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما در خدمت شما هستیم با دو موضوع مهم و تحلیلی قطع برنامه های عادی تلویزیون اسرائیل هشدار تاریخی نتانیاهو به خامنه ای گشت ارشاد و بال خامنه ای وقتی سوگوری های نظام هم آن را گردن نمی گیرند. قبل از مشروع این دو عنوان خبری از شما یاران کانال می خواهیم لطفا همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. ما تنها و تنها به حمایت های شما دلگرمیم. قطع برنامه های عادی تلویزیون اسرائیل هشدار تاریخی نتانیاهو به خامنه ای با بالا گرفتن درگیری های نظامی میان حزب الله و ارتش اسرائیل امروز تلویزیون ملی اسرائیل با قطع برنامه های عادی خود بیانیه فوری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به طور زنده منتشر کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به علی خامنه ای هشدار داد که جنگنده های این کشور می توانند به ایران برسند و قدرت تخریبی بسیار زیادی دارند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی و حزب الله بدانند که اگر جنگ را گسترش دهند با حمله های روبرو خواهند شد که خوابش را هم نمی توانند ببینند. نتانیاهو گفت در مرز شمالی در حال وارد کردن ضربات سنگین به حزب الله هستیم. تروریست های زیادی را حذف کرده ایم و توانایی های دشمن را منهدم کرده ایم. او ادامه داد: ما امروز طرحهای عملیاتی برای ادامه نبرد را تصویب کرده ایم. اگر حزب الله جنگ را گسترش دهد، ضرباتی خواهد خورد که حتی فکرش را هم نمی کرد. آخوندهای جمهوری اسلامی هم همینطور. ما به هر شکلی که لازم باشد عمل خواهیم کرد تا امنیت را به ساکنان شمال بازگردانیم. رژیم جمهوری اسلامی دیر یا زود پایش به این جنگ کشیده می شود آن وقت ما تمام سایت هایشان را بر سرشان خراب می کنیم. همزمان دو مقام سازمان ملل خطر تبدیل شدن درگیری های مرزی اسرائیل و حزب الله به جنگی گسترده تر میان دو طرف را بسیار واقعی و جدی دانستند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان و فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان با انتشار بیانیه مشترک نسبت به گسترش درگیری های مرزی اسرائیل و حزب الله عمیقا ابراز نگرانی کردند به گزارش CBS بی نیوز مقامات کاخ سفید نیز بیش از پیش نسبت به وقوع جنگی گسترده میان اسرائیل و حزب الله نگران هستند سایت واینت نوشت پس از کشته شدن طالب سامی عبدالله از فرماندهان ارشد حزب الله یک مقام جمهوری اسلامی در سفر به لبنان با فرماندهان این گروه درباره نگرانی از هدف قرار گرفتن حسن نصرالله گفتگو کرد و به نظر می رسد موساد از محل نصرالله حتی اگر آن را تغییر دهد اطلاع دارد بر اساس این گزارش او به جای رفتن به دفتر حسن نصرالله با نزدیکان او در یک اتاق دربسته دیدار کرد واینت تاکید کرد که جمهوری اسلامی این نگرانی خود را با حزب الله به اشتراک گذاشته که اسرائیل ممکن است اکنون شخص نصرالله را هدف قرار دهد. این سایت نوشت به نظر می رسد که موساد از محل حضور دبیر کل حزب الله لبنان اطلاع دارد و حتی اگر او مکان خود را تغییر دهد اسرائیل مطلع می شود. این در حالی است که در سالهای گذشته حزب الله معتقد بود اسرائیل قصد حذف نصرالله را ندارد. نصرالله الله طی بیش از سه دهه رهبری خود در حزب الله که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود توانسته این گروه را به یکی از بزرگترین و مسلحترین سازمان های شبه نظامی در جهان تبدیل کند. با این حال، اسرائیل تلاش کرده که سخنرانی های او را پیش بینی و بر وضعیت سلامت او نظارت کند. چهار سال پیش نیز کانال 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که حسن نصرالله در پناهگاه مستقر شده است. گشت ارشاد و بال خامنه ای وقتی سوگولی های نظام هم آن را گردن نمیگیرند. واکنش های سوال برانگیز و مبهم نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به موضوع حجاب اجباری و خودداری از اعلام موافقت سریح با راهندازی خودروهای گشت ارشاد در خیابانها به موضوعی داغ در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی تبدیل شده است. کاربران فضای مجازی و برخی فعالان سیاسی چنین تحلیل کرده که حتی نامزدهای مورد تایید نظام نیز حاضر نیستند مسئولیت برخوردهای خوشونت آمیز با زنان مخالف حجاب اجباری را گردن بگیرند بلکه آرای بیشتری به دست آورند حال آنکه شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از فیلتر نظارت استثبابی شورای نگهبان عبور کرده اند و مهر تایید حاکمیت را بر پیشانی دارند طی روزهای اخیر اظهار نظرها و مصاحبه‌های از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه‌ها فراگیر شد که تفره رفتن آنان از پاسخ شفاف و سریح در موضوع هجاب و حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی را آشکار می کرد. همزمان ویدیوهایی در رسانه های اجتماعی منتشر شد که برخوردهای های خشونت آمیز معموران سرکوب نیروی انتظامی را با زنان مخالف هجاب اجباری نشان می داد. این ویدیوها با توجه به اظهار نظرهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره حجاب و زنان در کانون توجه عمومی قرار گرفت. بسیاری از کاربران و فعالان تاکید کردند صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود بنای حکومت ایران مبارزه علیه زنان و آزادی های مدنی آنان است کمتر از یک سال پیش روزنامه اینترنتی فراز در گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه در شهرداری تهران خبر داد که دست کم 400 مأمور هجابان با حقوق ماهی 12 میلیون تومان برای حضور در ایستگاه‌های مترو استخدام شدند. مدیران شهرداری تهران ابتدا این خبر را تکسیب کردند اما مدتی بعد ایستگاه های متروی تهران به محل استقرار شمار زیادی از هجابانان تبدیل شد تا آنجا که برخی کاربران با انتشار عکسهایی از هجابانان با چادرهای سیاه ایستگاه های مترو را به تونل وحشت تشبیه کردند در واقع یک وظیفه قانونی یک وظیفه اخلاقی و شرعی داره قانون این که بتونه یک محیط کنه و در واقع فضا رو به سمتی بره که خدای کرده بی افتی و موضوع بی در جامعه و خدای کرده گسترش پیدا نکنه لذا قرارگاهی شکل گرفته کارگروه هایی هستن تلاشی داره صورت میگیره ولی علال قاعده این تلاش مضاعف بشه و انشالله خوش کنم اون که پلیس ترهایی رو که داره دنبال میکنه حتما باید حمایت مورد حمایت قرار بگیره و ما هم در جهت همکاری و کمک به اون کاملا آماده علی رزا زاکانی شهردار کنونی تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری وقتی در میزگرد تلویزیونی با سؤال مداخلات شهرداری در مقوله هجاب مواجه شد در چشم مردم نگاه کرد و گفت در شهرداری چیزی به نام هجابان وجود ندارد و آنچه در رسانه ها تبلیغ می شود حقیقت ندارد. او مدعی شد هجابان های مستقر در مترو از مردمند. یه ویژگی نسبت به پنج نامزد دیگه دارید که کار ما رو خیلی راحت تر میکنه به خاطر اینکه الان مسئولیت یه سازمانی رو دارید که شکل کوچک شده اداره کشوره یعنی تمام اون شون رو ما میتونیم در سازمان مدیریت شهری ببینیم و لذا ایار اندیشه و نگاه و عمل تون به خوبی روشن هست و مثلا لازم نیست از شما بپرسیم که در صورت که رئیس جمهور شدید در حوزه اجتماعی و سبک زندگی عرفی مردم چه کار خواهید کرد چون میتونیم کیفیت استقرار هجابانها ها رو در متروها الگو بگیریم بگیم پس این در سطح کشور هم به این شکل خواهد بود یا مثلا فرض کنید لازم نیست راجب به تراز مدیرگزینی سوال بکنیم میتونیم مرور بکنیم نحوه چینش مدیران شما حد مثلا لاجب الگوی رفتار شما اگر رئیس شما شدید با مجلس چطوری میخواد باشه چون رفتار فعلی شما رو با پارلمان خودتون که شورای شهر هست میبینیم این همین مسئله در سیاست رسانه‌ای شما در صورت که رئیس شما شدید و الاخر پرسش مشخص من راجب شفافیت هست مستحضرید که هیچ کس نمیگه من با شفافیت مخالف هستم ولی نحوه عمل کرده او مهم هست تا پیش از مسئولیت جنابالی در شهرداری یه سامانه ای داشت به نام شفافیت احتمالاً استعزار دارید من نه سال دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودم بنابراین هم با شاخص ها و هم عمل کردایی همه دستگاه ها به صورت کار, با... کار بود که اینا رو مقایسه بکنیم و کار تطبیقی بکنیم انصافاً این سامانه نسبت به شاخص هایی که ما تعریف کرده بودیم در کمیسیون برتر بود پرسش مشخص من اینه که چرا این سامانه کمرنگ و به, تعت... به ت... تعبیری تعطیل شد ممنون شما هستم نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که عضویت در هیئت موسوم به مرگ و نقشافرینی در قتلهای زنجیری را در کارنامه دارد از اعلام موضع سریع درباره تحمیل حجاب اجباری به زنان خودداری کرد و با پیشکشیدن وعده های تکراری گفت نگاه ما به زنان نباید منحصر به هجاب و پوشش باشد و باید به زنان نگاه جامع و کامل داشته باشیم. رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی که لایحه موسوم به حجاب و افاف در دوران ریاستش بر مجلس یازدهم به تصویب رسید، در گفتگوهای انتخاباتیش از اظهار نظر درباره مسئله هجاب اجباری تفره رفت و با دست گذاشتن روی مسائل اقتصادی و وعده حل بحرانهای معیشتی تلاش کرد برای خود آرای بیشتری تصاحب کند. مهمترین واکنش های روزهای اخیر به اظهار نظرهای نامزدهای انتخاباتی در موضوع هجاب به سخنان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان مربوط بود. سعید جلیلی در میزگرد انتخاباتی شبکه دوی تلویزیون به سوال حسین انتظامی فعال رسانهی در حجاب هجاب اجباری پاسخی داد که دست مایه تنز کاربران و مایه شگفتی ناظران شد. حسین انتظامی از سعید جلیلی درباره پلمب رستوران ها و توقیف تاکسی های اینترنتی به دلیل خدمات دهی به زنان مخالف حجاب اجباری سوال کرد و رئیس دولت در سایه پاسخ داد اگر عمق راهبردی را درک نکنیم سطح را هم درک نمی کنیم نمی توانیم بدانیم این چه معنایی با آن دارد این پاسخ مبهم که نوعی تحریف رفتن از اظهار نظر سریح و شفاف در موضوع حجاب اجباری بود به سرعت در رسانه های اجتماعی منتشر شد و کاربران با فراگیر کردن هشتک عمق راهبری تأکید کردند که حتی تنروترین مهره های نظام هم حاضر نیستند مسئولیت گشت ارشاد را گردن بگیرند. ببخشید تو من استفاده کردم از فرمایش شما اما پاسخ سریع پرسش شما دریافت نکردم یعنی در دولت شما اگر در یک خانم بی در یا کم هجاب در یک رستوران باشه رستوران تعطیل بشه اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه مردم با هم درگیر بشن عین این, این ماجرا در تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ برای این چه تدبیری دارید منهای این مقدمات فرمیدی شد <تص> نه همینه اینکه که پاسخ دریافت نکردی اتاقا ما که گفتم عمق راه بردی لازم داره با احترام به شما برای همینه من میگم اگر عمق راه بردی رو درک نکنیم بعد اون سطحش هم درک نمی نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره خب تا اون عمق راه, راه بردی تو... درک بشه چه اتفاقی می مردم من طور باشن؟ من مخن... نه دقیقا اینجا واسه من اینه اگه عمق راه بردی رو درک کنیم اون موقع وقتی ما میگوییم موضوع زن یه موضوع اصلی میشه اما نه در این مسئله هایی که اینطوری تعریف میشه اونم توضیح خواهم داد البته کاربری نوشته بیسوادی و نادانی جلیلی در حدی است که حتی تصور یک دقیقه ریاست جمهوری این موجود بر سرنوشت و مال 80 میلیون ایرانی لرزه بر اندام انسان می اندازد. ببین، حالا به اصطلاح وقت به خودمون جواب دادن و نپیچونید. جاهاشو سوال جا... آقای دکتر اینی که آیا شما به عنوان رئیس دولت که انشالله انتخاب بشید دستور میدید به بانک مرکزی پول چاپ کنه برای کسر بودجه یا نه شما اینا رفتید تو سمت بانک و اینا یکم سریح بگید من پول چاپ نمی کنم. بله ما راحت بشه نه به دیدم دست های جدی همینه من دقیقا وستم اینه که بانک مرکزی شما حالا حتما شما هم اشراف دارید دیگه شما بودید تو مجموع یک قب... وظایفی براش تعریف شده یک از وستاش همینه ببینید اصلا کسری بودجه کجا پیش میاد <متصفح> یکی از همین جایز که خلق پول میشه توسط خود دولت <متصفح> شما بگید من پول چاپ خوبه نه یکی از بحث های جدی همینه نه اینکه خوبه ببینید جنجالی ترین اظهار نظر درباره گشت ارشاد و برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری را نیز مسعود پزشکیان تنها نامزد جریان اصلاحات بر زبان آورد او که به همراه پنج نامزد اصولگرا از فیلتر نظارت استثبابی شورای نگهبان عبور کرده و خود نیز معترف است که برای بالا بردن مشارکت در انتخابات حضور دارد طی سخنانی طرح موسوم به نور نیروی انتظامی را سیاه خواند پزشکیان وقتی در دانشگاه تهران اسم علی خامنه ای را بر زبان آورد و با واکنش با اعتراضی دانشجویان روبرو شد به سراحت اعتراف کرد که زوب در رهبری است و اجازه نمی دهد آنها به کسی که او قبول دارد توهین کنند. پزشکیان در نخستین برنامه تلویزیونیش نیز به سراحت گفت که برنامه ای ندارد و دولتش بر اساس سیاست های کلی علی خامنه ای پیش می رود. اگر ادعا دارید که می تغییری در شرایط به وجود بیاورید ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آنکه تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است حسن روحانی از حسر اختر و آزادی زندانیان سیاسی گفت منذبی و محضور شد آیا میتوانیم توانیم امیدی به پیگیری آزادی بسیاری از نام های آشنا از زندان داشته باشیم؟ موضوعات و مسائلی که در اختیار نیست بخوای بهش به و ادعا کنی همین حرفایی میشه که گفتند و شما ازش ناامید شدید زندانی مسئولیت من نیست او یه قوه دیگه است پاسخ میخوای من اگر بخوام اختیار این کارو ندارم که شما از من سوال میکنید این کارو بکنید نکن آزادانه حرف زدن با آزادانه توهین کردن خیلی فرق داره بنده رهبری رو قبول دارم اصلا زوب اونم یه لحظه اجازه بدید به نظر شما به نظر شما این درست نیست من نمیگم درست باشه اشکال نداره درست نباشه حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنی <applause> کس ندارید به اون کسی که باور دارم بی احترام میکنه. ما رو رسد میکنن کجا رفتیم کجایی ما از کدوم کوچه بریم کجا ترافیکه ما تو این مملکت پولا یه مینی ده هزار میلیارد هفتاد هزار میلیارد گم میشه مگه پول گم میشه ها <applause> شاید اون چیزهایی که میگید برید بررسی کنید شاید همونی که میگید منم اونم خب رای ندید اما بی احترامی نکنید اگر کنار بیستید و در صحنه نباشید حتی همین روزنه ای رو که وجود داره از دست بدید خب خودتون اجازه میدید اونایی که محدودترن اونایی که در حقیقت همون نگاه رو با قدرت بیشتری بر شما تحمیل کردن حضور پیدا کنن خودداری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از قبول مسئولیت برخوردهای خشونت آمیز با زنان در معابر عمومی واکنش فعالان سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت را نیز در پی داشته محمد رضا جوادی یگانه معاون سابق شهردار تهران با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کدامشان نه گشت ارشاد را گردن میگیرند نه محدودیت های فضای مجازی را همانها که در جلسات و شوراها نظام را با نظرسنجی ها و نظریه ها تشجیع می کردند. مشخص است که برای آنها هم مورد تنفر مردم قرار نگرفتن مهمتر است تا ایستادن پای نظام حتی آنها که آمده اند تا نمانند هم لگدی میزنند. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. در پایان یادآور میشم که لایک ها و کامنت های شما همچنان انرژی بخش ما در این مسیر سخته. کنار ما بمانید که با هم قوی تریم. پاینده ایران.